با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. همانطور که در برنامه قبلی به سمع و نظرتون رسوندیم، همه روزه در ادامه اجرای عملیات پروژه های گروه مهندسی ویند، در هر برنامه ارتباطی رو با سرطراحان و مهندسین حاضر در پروژه ها برقرار و گزارشگونه هایی رو برای شما عزیزان تهیه و تقدیم میکنیم. دکتر اگر امکانش هست جهت اطلاع بینندگان بفرمایین آخرین پروژه‌ای که کانسپت دیزاین اون به عهده مجموعه بوده رو توضیح بفرمایید ممنونتون میشم و اگر اطلاعاتی بیشتری هست عنایت کنید سپاسگزارم. من یه توضیح اول قبل بدم که پروژه مهندسی از چند مرحله تشکیل شده. پروژه های معمولا شهرسازی، معماری و بعدش توسعه اون پروژه ها، اصلا میگیم دیولپمنت اون پروژه ها، از یک ساختاری باشه. اول هر پروژه یک کانسپت دیزاین داره، یعنی یه طرح مفهومی داره. حالا در مقیاس شهرسازی میخواد باشه، در مقیاس معماری باشه، باید کانسپت دیزاین شکل بگیره. در کانسپت دیزاین اصلا استخونبندی پروژه، یعنی تحقیقات، استنتاج خودشو به خط تبدیل میکنه و در اونجا هرچی مثلا ما تحقیقات آب و هوا شناسی کرده باشیم، جامعه شناسی کرده باشیم، اقتصادی کرده باشیم، خلاصه میاد در اون خطوط خودشو شکل میده. به این مرحله اصلا میگیم کانسپت دیزاین. یکی از پروژه هایی که دقیقاً کانسپت دیزاینش چند وقت قبل تموم شد پروژه شوریوره. شوریور یه پروژه در سطحی حدوداً نزدیک 700 هکتار که 200 خورده هکتار، 270 هکتارش خود پروژه اصلی قرار داره، 215 هکتارش پروژه در حقیقت گلف کورس ها و یک سری امکانات فرا در حقیقت فرا پروژه‌ای فرای مستر پلان که در مقیاس فقط همون کامیونیتی یا اون محله قرار نمیگیره بلکه در مقیاس کل کشور قرار میگیره قرار داره و زمینای گلف و ورزشی و غیره و اینا. و این پروژه یکی از پروژه‌هایی بود که در جدیداً دیزاینش تموم شد. برای دیزاینش هم حدود 20 تا 30 روز توی یک قسمت از جنگل‌های کاسپیان انجام شد، در اونجا انجام شد و با یه گروه طراحی که اتوماتیک هم حتی اونجا ما ارتباط داشتیم با بقیه بخش‌های تحقیق. یعنی واقعا وقتی مثلا میگم فیلم گلادیاتور موسیقیش یه جای دیگه ساخته شد، حتی موسیقیش تیکه تیکه نوازنده ها جدا زدن فرستادن، حتی مچینگش در یک جای دیگه یه کنسرت سوری، مثلا ویولون زن ویولون قطعه خودش زد، مثلا پیانیست پیانوی خودش زد، یه جای دیگه لیرهای صدا حتی رو هم قرار گرفتن. واقعا الان در دنیای معاصر و همون که هدف دانشگاهمون هم همیشه هست که ویرچوال ورد رو ایجاد کنه و کامیونیکیت نیو دیجیتال ورد رو ایجاد کنه، اینی که هر کاری هر جای دنیا میتونه اتفاق بشه، توی ده میتونه صورت بگیره. کافیه که یه تلفن، یه سیستم اینترنت، مثلا در یکی ما توی دومینیکا پوینت تو پوینت داریم، مثلا از اونجا مستقیم با اینجا در تماس خواهیم بود، با همه دفاتر تماس، در ایتالیا مستقیم در تماس، چین مستقیم، از خیلی از سایت های ما رو چین بروز میکنه. خلاصه پروژه آخر ما بعد از این توضیحات پروژه شوریور بود که این پروژه به نظر من باز شما میتونیم با قسمت همین الان مستقیم با قسمت دیزاین اطلاعات تصویریشو بگیرین و همین الان مستقیم وصل بشین، اونها بلافاصله میتونن از آرشیو برنامه‌ای که ساختن درباره این پروژه به صورت دیجیتال بیارین رو پرده، با زدن کدش اون پروژه به صورت لایف الان اطلاعات پروژه چیه، عکساش، مقدار متراژش، تمام اطلاعات خواهد اومد. ولی کلا این پروژه در حقیقت خلاصش، یه مقدار هکتارشو گفتم، تقریبا یه پروژه‌ایه که در پلات حدود 800 هزار متر مربع در حقیقت پلات مفید ازش در اومده برای وزین و زمین های ورزشی. اولا یک روی یه رودخونه ای که در مین رودخونه ها خیلی هم الگوی خوبیه. رودخونه ها وقتی که بستر سنگی داریم، یه سری رسوبات روش ریخته شده، وقتی این رسوبات اشباح کنه آبو بیرون میبینیم. به هر دلیلی، یعنی از رودخونه داره میاد، این آبم آخر خواهد، مثلا آبی از رودخونه شور میاد آخرام میره تو کویر نابود میشه، میره توی مثلا دریاچه نمک نابود میشه. ولی توی مسیرش اولش مثلا رودخونه کرج نهان، ببخشید، پدیداره، پیداست. این که پیداست یعنی آب اون مقدار خاک در رسوبیشو که پر کرده، پر از آب کرده، میگه ببین بغل دریا یه بچه یه کفگیر میزنه تو آب، بلافاصله آب میاد بیرون، یعنی نشون میده آب کاملا اشباهه.
این که اشباه کرده هیچی رو قرار داره، یعنی بالاتر از ترازش الان بالاتره. بعدن که میاد ممکنه بر سر ساخت و ساسا، بر سر خیلی چیزها بره پایین، ولی آب وجود داره، آب داره میره. اون آبی که هست یه مقدارش مصرف میشه با یه دبی، مثلا اگر مثلا یک دبی 10 متر مکعب در ثانیه داشته باشه، به آخر 3 متر مکعب در ثانیه رو داره، یک سری مصرف شده، یه سری از بین رفته. اگر ما سطح‌های در حقیقت خاکی بزنیم یا سطح‌های انواع مختلف سطح ها بزنیم، این سطح رو بیاریم پایین به بستر سنگی، جایی که آب دیگه نمیتونه بیفته پایین بره، این آب میفته پشتش، آب دوباره میاد بالا 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 عیان میشه. مثل مثلا یه پروژه در فشافوی شما میبینید الان ما یه اسکی رو آب وجود داره، این همینه. اصلا پشتش اگر تو گوگل نگاه کنین رو رودخونه کرج هیچ آبی وجود نداره، ولی الان یه سدی است که حدود 600 700 متر فقط خود سد عرضشه و 6 تا 7 8 کیلومتر طول سده، که باز وصل کنیم به سیستم آرشیو میتونه اطلاعات فشافوی هم قشنگ به شما که الان یه اسکی ریزورت شده رو قشنگ نگاه کنین. این پروژه با همون حده، باز یه سدی رو رودخونه شور باید خورده بشه که بعد به خاطر پتانسیلش راهن سرتاسری از بغلش میگذره، نزدیک شهرک پرنده، تمام اینها باعث میشه این طرح رو به یه طرح جدی تبدیل کنه که یک سری شهر باغ ما در مناطقی که اصلا هیچ کی باورش نمیکنه، یعنی به عنوان منطقه بد اصلا تو تر جامعه ایران میگن اون مناطق اصلا به درد نمیخوره. اصلا حتی دور شاه فقط توسعه شرق و غرب بود، جنوب توسعه به خاطر نامطلوب بودن و رسیدن به کویر نمکش، در صورتی که با این کارهای آبی میشه تمام یک کمربند سبز در ادامه این رودخونه ها هر چند جا سد زد، یه دفعه یه دونه یک کلمه دریاچه درست کرد، ببینیم تهران بشه دورش تا تمام میشه یک سری شهر باقی که همه مثلا قایق سواری روش میکنن، همه دارن از بخواد برن بازار از یه ور محله به اون ور محله با آب میتونن برن، و خب خیلی پتانسیل خوبیه. این الگوها بعد از فشافوی در این پروژه در حقیقت دیزاینش تکمیل شد. ما هم سالها قبل از یه پروژه دیگه داشتیم که یه باتلاق بود، اومدیم سد زدیم، بعد آب و باتلاق و لایروبی کردیم، بعد از زهکشی یه دریاچه به جای یه باتلاق به وجود آوردیم. یعنی این تئوری همیشه میتونه در جایی که آب تحت آب وجود داره ولی حالا باتلاقش کرده یا هرچی کرده، ما اون باتلاق برداریم سد بزنیم، هدایت کنیم، کانالیزه کنیم به دریاچه های قشنگی که باز نمونه ای از پروژه دریاچه آبی رو باز از سیستم آرشیو میتونیم بهش وصل کنیم. چون عزیزی همکاران به من اطلاع دادن که ظاهرا حضرت عالی دستور نصب دوربین های مداربسته ای رو برای استفاده علاقمندان و بینندگان عزیز دادید که تعدادی از اونها الان فعال شده. بفرمایید به چه شکله و آیا همه امکان دسترسی به این دوربین ها رو دارند یا خیر؟ باز برای دانشگاه ما این کار کردیم، به دانشجو از همه جای دنیا، فقط کلاینت نیست که در یه پروژه کلاینت ببینه، خب کلاینت یه وقت مهم اینه که وقتی مثلا در یه پروژه پیچیده تجربه میشه، مثلا در یه پروژه الان داره پیشرفته ترین سیستم پایلینگ صورت میگیره، پیشرفته ترین سیستم دیواترینگ صورت میگیره، خب خیلی بهتره که همه دانشجوها بتونن لحظه به لحظه این ساخت رو ببینن. مثلا در یه پروژه مثلا یه برج مثلا 40 طبقه همین الان داره تقریبا 500 تن آرماتور بندی میشه، 3 متر ارتفاع رفتشه، یا مثلا یک شرکت سوئیسی آخرین تکنولوژی دیواتر کردن، مثلا این جایی که ما تو آب هستیم باید مثل لیوان اینو انقدر عایق کنیم که به هیچ وجه آب توی نیاد و اینه، یک لحظه یه سوراخ ازش ایجاد بشه آب وحشتناکی، مثل که شما یه دست توی کاسه آب یه لیوانو بگیریم با دست فشار بدین آب میخواد بپره بالا، از دست میخواد بیاد. برای این که مثلا سوئیسی ها آخرین کارشو کردن، ما بتونیم لحظه به لحظه در اختیار تمام دانشجوهای معماری مهندس قدیم از اهداف شرکت بود. برای این حتی به جز شرکت الان در پروژه هامون، مثلا در پروژه وین جی ال تیمون الان مداربست ها وصل شده، دانشجوها کامل میتونن برن توش با کد از رو وبسایت بهش وصل بشن. الان یه آنتن رو همین دفتر از دولت اینجا اجازه گرفتیم، یه آنتن روی اونجا، که به این طریق تنها بیشتر باز برای این نیست که کسی که مثلا در اونجا اینوست کرده ببینه، بیشتر دانشجویی که میتونه با دیدن اون چه اتفاقی افتاده تجربه کنه و این کارگاه رو یادداشت برداره، کار رو ببینه، این هدف بوده. بله الان نه اینجا بلکه تمام دنیا دفاتر به هم دیگه لینکن، به این طبعا میتونه بلافاصله شما همین الان با ما کنفرانس میتینگ داشتین، کنفرانس میتینگ با چین داشته باشین کنفرانس. حالا چون پروژه های مقدماتی رو من هر روز سعی دارم که 5 دقیقه 10 دقیقه وقت این بیش 5 دقیقه وقت ساعت دای بریک برو به شما بدم که پروژه های معماری و شهرسازی رو دونه به دونه براتون تعریف کنم و این تجربه شو به دانشجوها انتقال بدیم، چون یه سری پروژه درسیه
خب یه دانشجو میکنه یکی پروژه در مقیاس واقعا کلانه، اون خیلی بهتر دانشجو پروژه های واقعی و اینها رو ببینیم ما چه جوری دیزاین میکنیم، مبانی طراحی چیه و تمام اینا چی. حالا در این مبحث شما یک تصویر خواهید دید، حالا تو جلسات دیگه رو هر پروژه میریم روی مبانی شهرسازی و معماری که ما دو اون پروژه استفاده کردیم. فکر کنم فردا ما بتونیم جلسه داشته باشیم که مثلا همین شوریوه مبانی شهرسازی چی بوده چجوری. با تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید، با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبرهای ویند و با آخرین برنامه‌های اجرایی پروژه‌های ویند. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار و بدرود.